أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. افئن ماتا او غسلن قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن یذر الله شیئا و سیجز الله الشاکرین. امتحان همونطوری که برای شکوفای استعداد در مسائل دنیایی سهم مؤثری دارد، برای تعیین هدف هم نقش مؤثری دارد. هدف یا جهنم است که هدف به کافران است که لقد زرعنا لجهنم کثیرا، یا بهشت است که هدف بالاصاله همون بهشت است که برای مؤمنین است که اعدت للمتقین، و این با امتحان حل می شود. مهمترین مسائل امتحانی هم جریان جنگ و دفاع علیه کفر است که جهاد و صبر را به همراه دارد. لذا این دو اصل را به عنوان انگیزه امتحان زیشت فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. این یک است میشه جهاد. و یعلم الصابرین که یعلم منصوب است به این واوی که در کنارش ان مقدر است نظیر لا تأکل السمک و تشرب اللبن، که این میشود اصل دوم، که مهمترین عامل همون جهاد است و صبر. صبر معلوم است که در موقع امتحان ظهور می کند. انسان تا به یک حادثه دردناکی امتحان نشود که صبرش مشخص نیست. صبر یعنی مقاومت، نه صبر یعنی سکوت. سکوت که تحمل ظلم است، صبر یعنی مقاومت، به این بدون امتحان ممکن نیست. جهاد هم که خوب روشن است. پس این دو چیز باید در امتحان مشخص بشود تا روشن بشود که بهشت مال مجاهدان است و صابران. اگر جهاد عمومی نیست، صبر عمومی است. لذا مسئله صبر در همه مسائل هست، که صبر از دین و منزله رأس دین است. چون صبر عند المصیبت است، صبر عن المعصیت است، صبر در طاعت است، که سه قسم صبر است که معروف و مصطلح است. انسان در هر لحظه امتحان می شود. اگر گناهی در دسترس او قرار گرفت، به صبر عن المعصیه امتحان می شود. و اگر این حادثه ناگواری رخ داد، به صبر این دل مصیبت مبتلا می شود، امتحان می شود. و در برابر اطاعت هایی هم که برنامه های هر روز اوست، صبر علت تا مورد آزمون اوست. صبر بالاخره هست و انسان صابر به بهش می رود. خب اونگاه فرمود به این که شما در این امتحان باید مجاهدن صابرن پیروز از عهده برایی، و قبل از امتحان علاقه به شهادت داشتید ولی در ظرف امتحان خود را کنار کشیدید. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. شما بعد جریان بدر که فضائل شهادت و شهدا بازگو شد، اشتیاق پیدا کردید، گفتی یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما. قبل از اینکه مرگ را ملاقات کنید تمنی موت داشتید، اما وقتی صحنه پیکار رسید به عنوان تماشاچی مرگ را نگاه میکردید، نه به عنوان یک متمنی. مطلب مهمی که مطرح است این است که در جنگ اگر کسی کشته شود نشانه شکست نیست و علامت پیروزی دشمن نیست. برای اینکه یکی از بهترین خواسته های ما در این ادعیه مسئله شهادت است. یا عنوان شهادت مطرح است که نسأل الله منازل الشهدا، یا همون دعای اول صحیفه سجادی است که امام سجاد عرض می‌کند خدا یا اون توفیق را به ما بده که من در صف در نظم شهدای در راه تو به شمشیر دشمنان تو قرار بگیرم. که مبادا کسی خیال کند اینجا فقط درجه شهادت را حضرت مسئلت کرد، یا شهادت معنی شهادت در اعمال است و امثال زاده. این دعای اول صحیفه سجادیه این است که خدا یا ما را در نظم شهدای به سیوف اعدایت قرار بده. خب
یا عنوان شهادت نیست، در این مصداق شهادت است، نظیر این دعایی که در ماه رمضان خونده می شود و قتلا فی سبیلی که وفق لنا. پس مسئله شهادت و دعای قتل در سبیل خدا از دستورات رسمی ماست و شهادت به معنای شکست این جناح و پیروزی جناح کفر نیست، وگرنه کسی در دعاها پیروزی کافر را طلب نمی کند یا شکست مسلمین را نمی خواهد. معلوم می شود اگر چونچه دعای همه مستجاب شد و همه این سربازا کشته شدند، دین آسیب ندید، شهادت و قتل فی سبیل الله به معنای شکست دین نیست یا پیروزی کافران نیست، وگرنه ما در این دعاها که پیروزی اونها را نخواستیم یا شکست مسلمین را طلب نکردیم. ما پیروزی اسلام را طلب کردیم. پیروزی دو جوره، یه وقت است با خون است، یه وقت با علل و عوامل دیگر. اگر کسی با خون خود دین را پیروز کند، به دو مطلب رسیده است: هم دین را تأیید کرد و پیروز کرد، هم خود به اون منازل رفیع راه یافت. پس معلوم می شود که شهادت شاهدان که جزء مهمترین خواسته های دعای ماست، معناش شکست مسلمین یا پیروزی کافران نیست. و اگر چونکه قتل الانبیا یا یقتلون النبیین بغیر حق که آمده، به این معنا نیست که انبیا که در اون صحنه‌های پیکار شهید شدن، دشمنانشون پیروز شدن، این طور نیست. این به عنوان یک مطلب مهم تا کسی خیال نکند که در جنگ احد مسلمین که چند تا شهید دادن و شکست خوردن. فرمود ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. موت رو نگاه کردید، یعنی اون صحنه موتی که مورد تمنی شما بود، اما دست از دور بر او داشتید. نشانه این که مرگ در راه خدا شکست نیست و دشمن اگر سالم برگشت باز پیروز نشد و برنده نشد، در سوره توبه فرمود اهدل حسنیه نسیما می شود، آیه 51 به بعد سوره توبه است: قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اون که به مقام رضا رسیده است، این آیه را به همین وضع نگه می دارد بدون اینکه در اطلاقش تصرف بکند یا چیزی را محذوف بپندارد. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اگر علیناست باز لناست، اگر لناست هم باز لناست. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. تلاش وسیله است، هدف پیروزی دین است، خواه به شهادت او خواه به حیات او. این شخص نرفته که دنده برگردد، رفته که دین را پیروز کند. حالا یا کل الحسنیین نصیبش می شود یا اهد الحسنیین. چرا؟ اینا که مرتب می آمدن حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفتن دعا کنید ما شهید بشیم، یعنی با خون ما دین یاری بشود. این وضعال نیمه من تم تسیر و بهیر دینه که را تستبدل بی غیری، هم همه رو مخواب بگرد. اونا اصلا یه لحظه هم پیروز نمیشن در یه مقطع. این که نیست که گای حق پیروز بشود گای باطل، وگرنه نظمی در عالم نیست. گای ممکن است باطل چند نفر را بکشد، اما ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. اگر چون که گای حق پیروز باشه گای باطل، پس نظامی در جهان حکومت نمی کند. میشه هر جمعه فهم فی امر مریج. اما اگر حق همیشه پیروز است و تلکر ایامون و داولها بین الناس، امتحان می شود، این میشه حق حاکم. وگرنه ان الباطل کان زهوقا، چگونه میشه ما بگیم گاهی کف پیروز است گاهی آب؟ طور نیست. بله این، اما نه اینکه دین آسیب ببینه. یه خلایی است دیگری هم مانند سخن من آیتن اون نونسی هم نعتی به خیر منها و مثلا، یک کسی درس میکنه بهتر از اون میشه یا مثل خود او. این تو نیست که حالا یه فاجعه در جهان پیدا بشه. البته یه مقدار آدم آسیب میبینه، با تلاش کنه اون خلع رو پر کنه.
این چه نیست که حالا به تعبیر شیخ اشراق وقتنامه‌ای در آمده باشه که علم را وقت کسی کرده باشن که این آقا به شما وفا علیه و علیه رفت رفت. نه، علم و دانش وقت کسی است، معارف حضور و شهود موقوف برای کسی است. اگر هم ماننسخ بین آیه شد یا ننسی ها نعتی به خیر منها و مثلا، یا بهتر از او میاد یا مثل خود او. این آیه تشویق میکند طالبان را که خوب درس بکنند و خلع را پر کنند. منتها این که لایسودها شی شد، یعنی هر که آمد جای خود رو میگیره. البته به او معنا هم میشه و گفت لایسودها شی، چون زید درس کن جای خودش پر کرده، نه جای اون امر رفته را. اما اون اصل کلی میگه ما اون خلع نوعی را به وسیله مثل یا بهتر از مثل حفظ میکنیم. ما ننسخ من آیت نون نسیان اتی به خیر منها و مثلا. نباید اصلا دست به دست بیداره بگه این همه علما رفتن فعلا خلعیست، نه، بهتر از اونها میان یا لاقل مثل اونا میان. نه، شهادت هدف نیست، پیروزی هدف است. انسان میخواد پیروز بشود، حالا میخواد با دو تا حسن یا با یک حسن. معلوم میشود شهادت پیروزی دشمنان یا شکست اسلام نیست، وگرنه وا نمیگفتن که فقط لم فی سبیلک را بخواهید. این کسی که در جبهه اسلام شهید میشود به این معنا نیست که حالا کافر پیروز شد، یا به این معنا نیست که مسلمین شکست خوردن. اگر قتل فی سبیل الله مستلزم یکی از این دو محظور بود، هرگز در دعاهای ما ظهور نمی کرد. معلوم می شود قتل فی سبیل الله نه شکست اسلام و مسلمین است، نه پیروزی کفر و منافقین. این وسیله خوبی است برای پیروزی اسلام. همین که فرمود ولن یترکم اعمالکم، همین است. چون شهید بالاخره یه عده رو به دنبال خود راه می اندازد و یستبشرون بالذین لم یلهو بهم. فهمود اگر کسی شهید شد یه عده به راه می افتن، این شهدا خوشحالن که راهشون ادامه دارد. شهید یستبشر است، یعنی خوشحال می شود، بشارت طلب بکند که عده دارن می آننوز. این لم یلهو بهم عده ملکه است، یعنی من شأنهم ان یلهو بالشهدا ولم یلهو بعدو. اگر قافلی در حرکت است، اونا که پیشگام بودن و مقصد رسیدن و اونهایی که یه قدری متوسط بودن در راهن، به این سالکان بین راه میگوین هنوز نرسیدن. این هنوز نرسیدن مال سالک بین راه است، وگرنه اونی که تو شهرش در خونش خوابیده و اتومبیلش پارک کرده که نمیگن او هنوز نرسید. که هنوز نرسید مال سالک است. شهید از این سالکان تو راه لذت میبرد، یعنی ادامه دهنده های راه او. و یستبشرون این شهدا به الذین لم یلحقو، نه به اون الذین لم یتحرکو، به اون الذینی که حرکت کردن، یه مقدار راه را طی کردن، منتها هنوز نرسیدن. این عدم ملکه است. معلوم میشود اونی که شربت شهادت نوشید یه در راه انداخت. حالا پس این چنین نیست که اگر کسی کشته شد زمینه شکست اسلام یا پیروزی کفر را در بر داشته باشد، وگرنه تو دعاهای رسمی ما نمی آمد. و همین سرپلیس برای کشته شدن اون رهبر مسلمین که مسئله و آیه بعدی است. چون اون چه که شایع شد این بود به این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جبهه شهید شد. این جنگ روانی را دشمنان همونجا به پا کردند، گفتن حضرت شهید شد. بعضی هم گفتن بسیار حالا شهید شد دیگه. خود خدا فرمود این نشه میتون و این نهام میتون. حالا اگر امروز شهید نشید در آینده نزدیک یا دور میمیره بالاخره دیگه. ممکن نیامد برای همیشه بمانه که. حالا بفرض شهید شد. این همه انبیا شهید شدن. ما که برای اون میجنگیم که. فین قتل فین دینه لم یقتل فین ربه لم یموت. اون کسی که این فریاد را برآورد گفت دست به شمشیر بزنید، دست از شمشیر نگیرید، او گفت فإن الله لم یموت فإن دینه لم یموت فإن ربه لم یموت ولم یقتل. لذا در آیه بعد همون بسیار خوب، حالا یه روز که حضرت باید رحلت کند بالاخره، اف امات او قتلن غلب تو مرا عقاب کن. اولا او یه پیامبریست همانند پیامبرانی که قبل از او آمدن. خب اگه پیامبر میمون دیگه نوبت به این نمیرسید. خب انبیاء قبل بودن دیگه، نوح بود، ابراهیم بود، موسی بود، عیسی بود، دیگه احتیاجی به اونا بود. اون انبیای اولوالعزم اگر بودن که خب همین برنامه اجرا میکردن.
پس وجود گرامی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه انسان کاملی چون انسان‌های کامل گذشته، الا رسولون که قد خلت من قبله الرسول، حالا اون رسول قبلی یا بالموت بود یا بالقتل بود، اینم یا بالموت است یا بالقتل، بالاخره رفتنی است. خودش هم عبدی از عباد حق است. شما که برای اون نمی‌جنگی، اف امات او قتلن غلبتم علی اعقابکم. گرچه موت جامع است، همه اقسام زهوق روح رو شامل می‌شود، اما چون تفصیل قاطع شرکت است، وقتی قتل در قبال موت قرار گرفت، منظور از این موت همون مرگ حتم انفست و بدون سبب عمدی، منظور از این قتل اون سبب عمدی است. فرمود حالا اگر وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جریان طبیعی رحلت کند یا در میدان جنگ شربت شهادت بنوشد، شما با دست از این برداری؟ اف امات او قتلن غلبتم علی اعقابکم. اگر این بود، پس این همه امت ها که بعد از موت پیامبرشون و یا قتل پیامبرشون دین رو حفظ کردن، چگونه حفظ کردن؟ این همه امت های ابراهیمی بعد از یقتلون النبیین بغیر حق، به قتل هم الانبیاء بغیر حق، دین را حفظ کردن و به شما رسوندن. پس این چنین نیست که مرگ ولی مسلمین یا شهادت ولی مسلمین شکستی باشد. نه مرگ آحاد مسلمین شکست اسلام مسلمین است، نه مرگ ولی مسلمین شکست اسلام مسلمین. اینها یه جریان عادی است. حالا اگر چون که در جنگ شهید نشدن، موت عادی بالاخره میمیرن. نه، او رو فرمود بالله یعصم و که من الناس، اما به مسلمی میفرمود بالاخره شما این مقداری که آمده مسلم است، حق باید ازش دفاع کنی. حالا چرا بر میگردی؟ اف امات او قتلن غلبتم على اعقابكم. بعد این انقلاب علا عقبه کنایت ارتداد است، که ارتد الناس بعد النبی همون ارتداد عن الولایت است. در جریان جنگ احد ارتداد از اصل اسلام بود، که عده ای از منافقین گفتن لوکان و نبیین لما قتل، این روح نفاقشون ظهور کرد و مرتد شد. البته عده شکست خوردن یا فرار کردن، اون فرار جز گناهان کبیره از فرار از زهر. اما این که گفتن لوکان نبیین لما قتل، این ارتداد است و کفر. فرمود به این که در آیات فراوانی ما جریان انبیا را آوردیم، مگر نبوت معناش این است که آب زندگانی خورده پیامبر؟ همه رحلت میکنن، و اگر شما بعد از رحلت او یا شهادت او دست از دین بردارید، به عقب برگشتید، مثل کسی که دارد با پاشنهای پاش برمیگردد، چون نمیبیند بالاخره سقوط میکند. اون کسی که جلو میرود بالاخره میبیند. اون کسی که ینقلب با علا عقبه با پاشنهای پا دارد برمیگردد، چون نمیداند کجا میرود، بعد میرود، چون نمیبیند بالاخره سقوط میکند. فبود ارتداد و ارتجاع این چنین است که انقلاب رو پاشنه پاست، با پاشنه پا داره برمیگرده، نه با اقدام و انامل، و این ضررش دامنگیر خودش میشود. پس مبادا ارتداد را بپذیری چون به خود ستم کردی. خب اینها وقتی مسئله شهادت و قتل فی سبیل الله را درست فهمیدن، همون حرف سوره توبه حالا ظهور میکند، که آیه 51 این است که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. در این گونه از موارد یه فرد عادی میگوید کتب الله علینا، اما مؤمنان راستین میگوین الا ما کتب الله لنا، برای ما اینجور نوشته است. این چی نیست که علیه ما باشد، ذات اقدس اله هرچه برای ما نوشت به ما میرسد. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مولا که برای مولا علیهش بد نمی نویسد، تکیه گاه امید متوکلان که برای متوکلانش بد نمی نویسد. شکست نیست اصلا، تلکل ایام نداولوها بین الناس است. مثل این که این علف هر جلوی این درخت رو گرفته و چند روزی نگذاشت این درخت شکوفاش باز بشود، اما باغوان میاد این علف هرز را بجین میکند، والله انبتکم من الارض نباتا، این علف هرز را فجعلناهم احادیث قرار میدهد، به این درخت رشد میکند.
اون چند لحظه‌ای که علت هرز جلوی رشد این درخت رو گرفت معنیش نیست که هرز پیروز شد. هرز هرگز پیروز نیست، اون هدف ندارد پیروز بشود، اون رهزن است. منتها این درخت والله انبتکم الی ارض نباتا باید مقاوم باشد. خب لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بایدینا فتربصوا انا معکم متربصون. فرمود شما درباره ما انتظار یکی از دو فضیلت را دارید، یا شهادت که اون هم پیروزی است، یا فتح که اون هم پیروزی است. هر دو حسناست. ما چه زنده برگردیم حسناست، چه شهید بشویم حسناست. شما چه زنده برگردید سوهاست، چه کشته بشوید سوهاست. شما اهد از سوهاین را دارید، اهد از سیعتاین را دارید، ما اهد الحسنتاین را داریم. این منفصلا به عنوان مانت خلوب است که جمع را شاید. ما اگر چون که شهید شدیم، پیروز کردیم دین را، حسنه اندالله هم داریم. سالم برگشتیم، دین را پیروز کردیم، حسنه اندالله هم داریم. شما کشته شدید، سیعه دنیا را دارید و عذاب آخرت هم دارید. به دست ما کشته شدید، هر دو سیعه دامنگیرتون شده است. در دنیا سیعه، در آخرت هم سیعه. اگر کشته نشدید، به طور عادی مردید، فقط یک سیعه دارید که در قیامت ظهور میکند. هل تنبسون بنا الا احد الحسنیین، که به نحو منفصله مانت الخروب است که جمع را شاید. اگر شهید بشویم یک هو حسن است، اگر زنده برگردیم دو تا حسن است. دین را یاری کردیم و حسن ظاهری هم که نصیب ما شد. و اما نحنون تربصوا بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، که یک سیعه است. حالا اگر عذاب اخروی باشد که یک سیعه است. اگر چون که به دست ما خدا شما را عذاب کرد او به ایدینا، این دو سیعه است، هم سیعه دنیاست که کشته شدید، هم سیعه آخرت. فتربصوا انا معکم متربصون. رو این دید هرگز کشته شدن به قتل فی سبیل الله شکست نیست. پس استدلال قرآن کریم این است که شما به خودتون اجازه ارتداد ندید. این انقلاب علی عقبین کنایه از ارتداد است. چه که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 149 است که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اگر به دنبال کافر آمدید، اونا از پشت سر میان، شما را از پشت سر میبرند. این تشبیه معقول به محسوس است. این شخصی که میخواد مرتد بشود، روش به مسلمین است، اما قلبش به کافران است. به مثل کسی که روش به سمت قبله باشد و به پشت قبله دارد حرکت بکند، این ینقلب علی عقبیه است. چون نمیبیند سقوط میکند. فبود این توتی و لذین کفرو یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. این یردوکم علی اعقابکم یعنی تسیر و کفارا، چون اونها به کمتر از ارتداد شما قانع نیستند، بلکه اینکه اینها تلاش کوشش است که یردوکم کفارا، کفارا من بعد ایمانکم. پس انقلاب علی عقبین کنایه از کفر و ارتداد است. چون در سوره بارکه بقره مشابه این گذشت، آیه 143 سوره بقره این بود که در جریان تحویل قبله فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما این کار را کردیم معلوم بشه که تابع پیامبر کیست، منقلب على عقبيه کیست. این منقلب على عقبيه در قبال تابع پیغمبر است. تابع پیغمبر یعنی مسلم، غیر تابع پیغمبر یعنی مرتد. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن لنعلم یعنی نمیزه، نمیزه تابع را از متخلف، نمیز مؤمن را از مرتد. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبی. پس انقلاب بر عقبی و رجوع قهقرایی کنایه از کفر و ارتداد است، نه فرار از زحف و میدان جنگ که یک معصیت کبیره باشه. او رو نمیخواد بگه. وقتی که
این شایعه منتشر شد که وجود مبارک حضرت را شهید کردن، ادیه گفتن لو کان نبیین لما قتله. در این مقطع این کریم ناظر شد که وجود مبارک رسول خدا جز رسالت سمتی ندارد، گرچه خدا او را از خطر بدندشان حفظ می کند، ولی او بالاخره مردنیست. اینکه میتون و اینه هم میتون، قد خلت من قبله رسول. این اف اماته با همزه انکار و استنکاری مصدر شد، اف اماته به جریان طبیعی. او قتلن غلب چون علا اعقاب کن. این برای آن است که هم مشکل مسئله احد حل بشود و هم زمینه سقیفه هم برچیده شود. در مسئله قتل ناظر به جریان احد هست، در جریان ماته بالقول المطلق ناظر به هر صحنه است که حضرت در اون صحنه حضور نداشته باشد. اف اماته او قتل انقلبتم علا اعقابکم و تمود به من ینقل علا اعقبی فلن یزر الله شیئا. فلن یزر الله شیئا که جای توهم نیست، عمده دین خداست. یعنی دین خدا رو شما نمیتونی از بین برید. حالا شما با ارتدادتون مگه میتونید دین رو از بین برید؟ اون که فرمود یوریدون لیوت نور الله به افواهم و الله متم نورهی و لوکر الکافرون یا یعب الله الا ان یتم نوره، یا اصل کلیست. یعنی با هیچ عاملی نمیشود نور خدا رو خاموش کرد. حالا اسلحه سرد و گرم دشمن ها باشد یا ارتداد و ارتجاع کافران و مرتدین منافقین داخلی باشد. اگر کسی با ارتدادش خیال کند جلوی نور خدا را میگیرد، مثل همون کسیست که خیال بکند با فوت دهنش جلوی نور آفتاب را میگیرد که در جای خودش بیستد، هی فوت کند با دهن که بخواهد نور آفتاب را خاموش کند. یریدون لیطفئوا نور الله به افواهه. نور الله که نور سماوات و الارض است، این رو با دهن میخواد خاموش کنه. یکی از نورهای یا نیرهای ضعیف آفریده در جهان خلقت شمس است یا قمر است یا ستارهای دیگر. همونطوری که دسترسی به اون نیست، با فوت دهن نمیشه آفتاب خاموش کرد، با تبلیغ سو هم نمیشود نور خدا را خاموش کرد، با ارتجاع و ارتداد هم نمیشود. فلن یزر الله نه یعنی به خدا آسیب نمیرسونی، واسه که محل بحث نیست. مگر این تنصر الله ینصرکم یعنی نصرت خدا، او که فوق بحث است. اینجا معلوم است این تنصر دین الله ینصرکم دیگر. مگر در این تنصر الله ینصرکم یا ولی ینصرن الله من ینصرو، هیچ کس توهم میکند که خدا را یاری کند. مسئله یاری کردن خدا یعنی یاری دین خدا، مسئله ضرر رسوندن به خدا یعنی ضرر به دین خدا، وگرنه او اصلا جای توهم نیست. که حالا کسی کفر بورزد به خدا، او رو ذات اقدس اله و موسی کلیم فرمود اعلان جهانی بده. این دستور مبارک ابراهیم از زبان موسی کلیم اعلام عمومی کرد. موسی کلیم مأمور شد که این رو به عنوان یه پیام جهانی اعلام کنه، اذان، اعلان عمومی، که این تکفر و انتم و من فلعلق جمعی ها. حالا اگر همه مردم روی زمین کافر بشون، تونست که ذات اقدس اله آسیب ببیند که نه تنها غنی از شماست، غنی یعنی العالمین است. نه تنها به شما نیاز ندارد، به عالمین نیاز ندارد. نه تنها ان الله غنی عنکم، بلکه غنی عن العالمین. این مسئله توحید است. پس درباره ذات اقدس اله نه نصرت خدا معنا دارد، کسی به ذهنش میاد که من خدا را یاری کردم، نه آسیب خدا در ذهن کسی میاد که حالا من به خدا آسیب برسونم، اصلا فرض ندارد. نه دین ضرر نمیکنه. به ما یزرون الا به انفسه، فرمود به این که هر کسی هر کاری که کرده است به خودش آسیب رسونده. این سرسبز این درجاش هست، منتها جلوی دیدی را گرفتن که نگذاشتن این ببینه. این چنین نیست که حالا یوریدون لیوت و نور الله به افواهیم بیجا قابل استثناء باشه که فرون گروه در فرون مقطع ولو یه لحظه هم که شد این دین رو خاموش کردن، این هم باره میتابد. حالا البته جلوی استفاده یه عدی رو گرفتم که نگذاشتن یه عدی از این نور بهره ببرن،
به اون مردم آسیب رسوندن که اونها را مبتلا کردن، گمراه کردن، زلو و ازلو. اما نسبت به دین این چه نیست که زرو و ازرو باشد به دین آسیب برسد. البته جلوی پیشرفت دین که دیندار بشن گرفته شد، به دیگران ضرر رسوندند که نیامدن دین را بپذیرند. اما چیزی از ارکان دین کم بشود دین را آسیب برسانند که دین نتواند بماند یا به رشدش ادامه بدهد، این طور نیست. اینم همون معید آن است که ولا یحیق المکر السیء الا باهله، یعنی هر نقشه‌ای که ماکران بکشن دامنگیر خودشون خواهد شد، از اونها تعدی نمی کنن. هر کسی که دارد نقشه می کشد اول در حریم دل خود شیطنت رو راه داد، خود شد شیطان مبصر، کار شیطان رو در انجام می دهد، ران علی قلوبهم شد، ختم الله علی قلوبهم شد، بعد ضررش بالعرض به دیگران می رسد. این طور دیگه. حالا اگر کسی خواست دسیسه کنه که کسی را از بین ببرد، همین که دسیسه کرد شد شیطان، خود را برای ابد محروم کرد. بازه کارش موت یک نفر را کشت، یعنی حیات ظاهری را از او گرفت. او یا شهید است به قتیل فی سبیل الله است اگر مسئله دینی است، یا مظلوم است اگر مسئله مالی و دنیایی است. و من قتل مظلومان فقط و جعل الله ولی سلطان. این شخصی که به فکر دسیسه است اول صحنه دل خود را تیره کرد و تمام شد. این ختم الله علی قلوبهم شد، اونگاه یه ضرر جزئی هم به دیگری رسون. لذا فرمود بین که بلا یحیق المکر السیء الا باهله، که احاطت بهم خطیئتهم. خب روی این اصل کلی بینشی به جنگجویان صدر اسلام داد، فقط از این وقت حواستون جمع باشه، شما برای پیامبر نمی جنگید و اگر یه شایعه منتشر شد چه حق چه باطل شما با جبهه را حفظ بکنی، برای اینکه او بالاخره یه روز رفتنیست مثل همه انبیا. اف امات او قتلن قلب چون علا اعقاب کن. خب خود این رهبران الهی چرا این همه از خدا شهادت طلب می کردن؟ اگر شهادت اونها زمینه شکست اسلام و مسلمین بود که شهادت طلب نمی کردن. اینا کاری که وسیله شکست است که در دعا نمی خوان، که میگن خدایا این دین پیروز میشه، چه بهتر که با خون ما پیروز بشه که ما هم به فیض شهادت برسیم هم سبب نصرت دین باشیم. پس هرگز شهادت به قتل فی سبیل الله مایه شکست اسلام یا مسلمین نیست، وگرنه جز بهترین دعاها نبود. اونی که مالک اشتر رضوان الله علیه را بدرقه می کند با همون جمله که در نامه رسمی حضرت آمده، فرمود برای خودم و تو طلب شهادت می کنم از ذات اقدس اله، آرزو دارم که شهادت روزی من و تو بکنم. معلوم می شود این چری نیست که اگر کسی شهید شد یا ولی مسلم رهبران الهی شربت شهادت نوشیدن دین آسیب بکند. این روی اصل کلی رو قرآن بیان کرده که اف اماتو قتلن قلبتم علا عقابکم. بعد هم فرمود به من ینقلب علی عقبه فلن یضر الله شیئا. این انقلاب علی عقبه کنایه از همین مسئله ارتداد است که چه در همین آیه سوره آل عمران آمده، چه در آیات سوره مبارکه بقره آمده و چه در بخشای دیگر مطرح شده است. الحمدلله رب العالمین.